روز خبرنگار یک بهانه است برای دیدن آنچه که کمتر دیدید، مثل زلزله در زیر پا. همین الان یه زمین لرزه تقریبا شدیدی آمد. بله، قطرات انتقالی. مثل استراب در دهانه چاه. او تنگ است. یا مثل زدن به دل آتش. آتش تقریبا 10 متر دیگه مونده برسه به اولین ساختمان. آتش همچنان داره گسترده تر میشه. خبرنگاری یعنی حرفه، عشق، استرس، غم، شادی و امید، همه در وجود یک نفر. کارمان رساندن خبر است، گاهی خوب، گاهی بد. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. متاسفانه هم ماشینش رو سیل برده، هم خودش. اینجا تونل بارونه، همون جایی که قطار از ریل خارج شده. در اثر خشکی هور از بین رفته. یکی از پای پایین دستی سد کرخه. خبرنگاری یعنی سرکشی به هر جایی، به هر شغلی. میش نمیزنه. پایین نگاه نکنه. شرط پایین اوکیه؟ یک تجربه بی‌نظیر در انتظارتون. همینجا خوابش. خبرنگار یعنی دفاع از حق مردم، حتی به قیمت عشق. خانم ناراحت نباش. یا به قیمت یک پای شکسته. همه اینها در برابر از جان گذشتگی پیشکسوتانمان ناچیز است. شهیدان رهبر، صارمی، خزائی، یادشان به خیر. در کنار استراب و تلخی‌ها، لحظات امید و شادی هم وجود داره. همون قسمتی که مردم بیشتر میپسنده. بزن! سلام. سلام. مادرامو شنیدیم اون موقع خیلی کمتر بود این اتفاقات. جان. خبرنگاری که دلوپی میخوره و به شیرینی اعتقادی نداره. شیرین نیست. ساخت 1100 قطعه در نیروگاه الله اکبر. با توجه بیشتر به پرورش اسب اصیل. بابا چهارمحال و بختیار. امان از جوگیری، اونم از نوع پسرانش. هیچیش نشد. موزم خریدیم 22 تومن، میدیم 23 تومن. ولی 30 تومن نیست. این الان تابلوه رو میخوایم عوض کنم. بادم بادای زنجان و خبرنگاری که بی خیال نمیشه، مثل همکار دیگمون تو گلستان که در مقابله با کولاک و سرما ورزش شبانگاهی تجویز. ورزش. لباتون همیشه خندون، اما یکی از رسالت‌های اصلی ما پیگیری دغدغه‌های مهم کشور در قالب مستندهای تحقیقی. ماشین آلت بافندگی بود. ما اینا داریم خدمتتون میگیم داغ برامون، داغ تو دلمون گذاشتن. ماشین آلت بافندگی بود. اینا تخریبگر صنعتن. اینجا زیر آب از هر طرف لوله انتقال گازوئیل رد شده بود. لوله‌ها انتقال پیدا کردن به حوضچه‌هایی که محل تجمع لنج‌های هستن برای سوختگیری. 80 تا بهره من امسال تلفات داره. چرا باید اینجوری باشه؟ مأموریت‌هایی که معمولاً با تهدید و ارعاب همراهن. خدا خبرنگارو میبرن تو دادگاه رسانه. الان شما دارین منو میترسونید. منو میترسونید. قرار نیست همه عقب نشینی کنن. بالاخره یکی بعد دومه یکی بگیره. برو آقا نگیر فیلم، آقا فیلم نگیر. خبرنگاری یعنی رفتن به سمت حوادث روز، خواه سیل و زلزله، خواه پاندمی مرگبار کرونا. بارها اومدیم توی بخش‌های مختلف کرونایی. توی این روزا به این حال روز بیافتیم خوبه؟ از راهرو گرفته تا اتاق‌ها پر از بیماران کروناییه. چطورالی کدو بیاری؟ بکشونو. بچه‌ها مشغوله احیای بیمار. دوست نداشتیم پایان روایت تلخ باشد، اما کرونا ممکن است سه حرکت معروفش را برای هر کدام از ما رو کند. کسالت در منزل، بستری در بیمارستان و خدای نکرده غسل و تشییع به سمت قبرستان. به خاطر همه کسانی که دوستشان دارید نگذارید کار به حرکت سوم برسد. مهدی محمودی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.